درود، برنامه پیش رو ادامه میدم. در چند گفتار پیش بر نحو نگاه و آراء جلال الدین مولوی به عنوان نماد و نمونه ای از تمام قدرت و توانایی های فرهنگ اسلامی و دیانت اسلام مکسایی کردم. نمونه هایی رو فقط به عنوان نمونه، به قول فرانسوی ها اشانتیون، وگرنه این کتاب و کتاب های مشابهش به قدری از این اوهام و توهمات و تیرگی های اندیشیدن غنیست که هرچه کس یا کسانی بخواهند این تیرگی ها رو توضیح بدم باز وقت کمه. منتها یک واقعیتی هست، تمام رویه های مختلف این اندیشه ورز، به اصطلاح اندیشه ورز یا اهل دیانت بسیار شاخص مسلمان ایرانی که یکسره و یک پارچه در غلبه شکست مطلق ایرانیان از عرصه و گذر از عرصه فرهنگی گذشتهشون، قرن هاست که ذهنیت ایرانیان رو به عنوان یک اهل اندیشه بسیار نیرومند در سیطره داره، در حالی که مطلقا چنین نیست. مولوی و کسانی چون مولوی که من نمونه هاش رو بارها اشاره کردم و شما نیز با اون آشنایید و نیازی نه در این گفتارها و نه در شرایط امروز بسیار شکننده و حساس که جامعه ایران برای چندمین بار در لبه پرتگاهی قرار داره، لازم نیست ذهن شنوندگان و علاقمندان و ایرانیان رو با اوهام بیان و یا معرفی اوهام بیش از اون چه که من اینجا و در این برنامه ها گفتم ذهنشون رو خسته بکنید. فکر میکنم همین میزان و همین مقدار نمونه ها کفایت میکنه. بنابراین اشاره کردم که این فرهنگ روشنفکران رو نیز در سیطره خودش داره، همین روشنفکرانی که سعی کردن به اصطلاح خودشون و بنابر توهم خودشون از این فرهنگ عبور کنند و مثلا به ارزش‌های نوین، ارزش‌های عام و یونیورسل جهان مدرن دسترسی پیدا کنند. گرچه بعضا اینها رو خوندن، معلومه، گرچه برخی از تحولات فکری را آشنا هستم، ولی چون شیرازه و ساختار ذهنیت ایرانیان در سیطره این فرهنگ غالبه، یعنی فرهنگی که عناصر محکم و نیرومندش مطلق ذهن ایرانیان را از عبور بسته کرده، به هر حال در سیطره این قرار گرفتن. یک نمونه ای در پایان سخنم از حرف حسین نصر، یکی از نمونه های این فرهنگ کامل تیره و یکسره ضد انسان، انسان آزاد، دقت کنید، نه انسان برده خداوند، نه انسان بنده خداوند، انسان آزاد، انسان مستقل. نقل کردم که در یه مصاحبه ای که حالا الان در ذهنم ندارم مرجعش، شاید در
شماره بعد اگر کسانی مایل باشن یا برای اطلاع عموم مرجع اون گفتگو رو هم بهتون معرفی میکنم که این سخن رو در اونجا میگه که گفت یا میگوید هنوز هم میگوید هنوز هم این شخص زنده است در امریکا زندگی میکنه الان هم ازش بپرسن سخنش رو تکرار میکنه که من میگوید من با دموکراسی مخالفم زیرا دموکراسی قدرت رو از خداوند میگیره و به انسان میده البته که چنین میکنه و دقیقا تمام شاهکار دموکراسی اینجاست خب نصر چی میگه و نصرها که تا هم امروز عربده میکشن به عنوان نمایندگان فرهنگی در داخل و بسا در خارج ایران و عوامل و مزد به گیرانشون در صدد مال کشیدن اونها هستن و توجیه این تیرگی های فرهنگی هست این چی میگه؟ نصر و نصرها همین حرف مولوی نمیزنه مولوی هم در تمام نمونهایی که برای شما ارائه دادم میگوید باید از انسان چونان یک موجود زمینی و متعلق به عالم زمینی گذشت و به خداوند و به اوهام و خیالات آسمان برگشت. اونم همینی میگه. میگه باید آدمیان مطیع اراده خداوند حالا کدوم خداوند اون کیه و از کجا اومده و چیه اصلا هیچی روشن صرفا در اوهام. حالا بنابراین اینجا من معالن با ذکر و بیان این نمونه ها از مولوی یا مولوی ها یا دیگران چه امروزی ها چه دیروزی ها اصلا اینه ایرانیان متوجه بشن چاره کارشون کجاست پرسش اینه یعنی معالن من با نقل این مطالب در صدد توضیح مولوی و نمیدونم مثنوی شناسی و مولوی شناسی این صحبت ها نیستم اصلا نمیخوام وقت شنونده رو هم با این حرفا به هدر بدم اما وقت شنونده باید متوجه باشه که مولوی و مولوی ها چیکار کردن و نمایندگانش 700 سال بعد چه میکنند آنانی که این سرزمین رو در آستانه نابودی قرار دادن همین پیروان و کسانی هم که در خط مولوی و مولوی ها مثل ملایان مثل متکلمان مثل متشرعان هیچ فرقی نمی کنه بارها اینو گفتم مسجد نشینان یا رهبران مسجد که ملایان هم اهم از شیعه یا سنی و رهبران صومعه نشینان مسلمان که همون خانقاهیان هم هر دو در یک خط درکت میکنن یعنی مولوی و غزالی فی المثل به عنوان نمونه میگم مولوی و غزالی فخر رازی و عطار دو تا نمونه از هر کدوم از مسجد و خانقاه هر دو در یک خط درکت میکنن این که حسین نصر میگه من با دموکراسی مخالفم زیرا دموکراسی قدرت رو از خداوند میگیره به انسان میده و اتفاقا تمام این نبردی که امروز در خیابانهای ایران برقرار ریشش در اینه که قدرت از خداوند باید گرفته بشه و بر زمین و در زمین و انسان زمینی داده بشه این مسئله من به این اعتبار مولوی رو مطرح می کنم پس حال چاره چیست؟ خیلی ساده است گذر و پشت سر نهادن این نگاه و این نحوه بینش و این نحوه بینش من نمونه‌های دیگری هم هست که باز بخوام اون سخنی که در پایانش ازش نقل کردم در اون بیت
که حرف و گفت و لفظ را بر هم زنم تا که این بی این هر سه با تو دم زنم. بعد اون دم رو هم میگه، آن دمی که از آدمش کردم نهان با تو گویم ای تو اسرار جهان. یعنی تویی که مطیع منی، یعنی تویی که برده ترینی، چشمت رو بر زندگی جهان بستی، هر بلایی سرت بیارن میگه خیلی خوب، من که مطیع تو هم خداوند. آن دم رو که مولوی میگه این همین، اون دم چیه؟ که اون اشاره به خداوند پیامبرش، شریعت اطاعت. حالا بنابراین من با بیان این نمونه ها که از مولوی آوردم یا از دیگران گهگاه در میان این چند صحبت های چند سخن پیشم، خواستم بگم که ایرانیان در این 100 ساله اگر این آثار رو بررسی کردن، اگر این چهره ها رو بهشون پرداختن، ولی متاسفانه نقدشون نکردند. یعنی حداقل در همین حدی که دارم امروز به این سادگی و به این روشنی بعضی از مفاهیمی رو که در این نزد این صاحبان فکر اسلامی هست برای شما روشن میکنم، برای ایرانی ها روشن نکردن. حتی در درس های دانشگاهیشون که نوعا مکلف بودن به عنوان استاد ادبیات زبان فارسی که به تحلیل متون زبان فارسی میپردازن، به دانشجویان بگن گفته نشد. نمونهاش آثاری که وجود داره. مثلا شما نگاه کنید، یکی از کسانی که راجع به مثنوی کار کرده و یک ادیب بسیار چیره دستی است که من درست خاطرمه، در اون سالهای 40 یک بار در دانشکده ادبیات، تالار فردوسی دانشکده ادبیات، یکی از این استادان نمیدونم کی بود چی بود اونجا میخواست سخنرانی کنه، من تو اون تالار بودم. در اون زمان سید حسین نصر رئیس دانشکده ادبیات بود، یا حالا نمیدونم اونجا البته درس میداد ولی فکر کنم رئیس دانشکده بود، تصور میکنم بله رئیس دانشکده بود. بعد دکتر هوشنگ نهاوندی نیست که یار قار حسین نصر بود و هر دو نوچه اعلی حضرت بودن در دربارش، بعد کنسی و مشاوران فرهنگی اعلی حضرت بودن، کما اینکه همین نهاوندی تو اون چند سال آخر سلطنت پهلوی دوم به ریاست اندیشمندان نمیدونم آریامهری و اینا، حالا البته نمیگفتن اون موقع اندیشمندان آریامهری، این عبارتی است که من درست کردم، اندیشمندان میگفتن، رئیس اندیشمندان بود و اینا. حالا بعد این دکتر خانلر، دکتر نهاوندی اومد دانشکده ادبیات برای سخنرانی و نصر اون رو استقبال کرد. حالا اونجا میخواست کی صحبت بکنه؟ یکی از چهره های خیلی برجسته ادب فارسی که البته دانش کهن رو خیلی خوب داشت بدون تردید، جلال همایی. این آقای جلال همایی بعد حسین نصر با اشتیاق به رئیس دانشگاه کو که امروز استاد جلیل القدر و والا مقام فلان، بله استاد والا مقام جلیل القدر استاد همایی تشریف فرما اینجا هستن، یا حالا صحبتی میکنن یا تجدیدی میشدشون یا چی. بعد اما همین آقای جلال همایی کتابی داره، یکی از داستانهای مثنوی معنوی رو تفصیلاً و بسیار وسیع در یه مجموعه صفحات بودن 300 صفحه توضیح داد. این آخرین داستان مثنوی است زیر عنوان داستان یا قصه قلعه ذات الصور که اصلا واردش نمیشم،
سمبول ها و نمات ها شما کاری نداریم، به دردمون امروز نمیخوره، ذهن شنونده رو هم اصلا نمیخوام مشغول کنم، مگر کسانی که بخوام بعدها تحقیقاتی در ریشه های این فلاکت تاریخی کنن، البته باید مثنوی رو بکاون، این داستان رو هم بکاون. آخرین بخش یا آخرین داستان بلند مثنوی، خیلی هم مفصل، قصه نمیدونم قلعه ذات الصور، حالا درست عیناً اون عبارت عنوان داستان درست خاطرم نیست، همینه به هر حال، حالا مهم نیست، حالا یه کلمه دو کلمه عوض و یا فلان چیزی عوض نمیشه، وحی الهی عوض نمیشه. بعد ایشون اینو تفسیر کرده، ولی شما بگید. من این کتاب رو در همون زمانهایی که در اومده بود خوندم، یا زمانهایی که شروع کرده بودم مثنوی رو کار کنم بود، در جوانیام نگاه کردم، هنوز هم تو خاطرم، هنوز هم این کتاب رو در همین پاریس دارم. ایشان یک کلمه، حتی یک، چون اصلا نمیدونست، اصلا یه نقد اینجوری رو بهش آگاه نبود، بلد نبود، چون یه آدم سنتی بود، در حوزه های علمیه درس خونده بود، زبان عربی میدونست، فارسی میدونست، عرفان رو میشناخت، تمام مبانی این صحبت ها رو میدونست، ولی همه اینا رو با بحبه و چهجه و هزار تا سود زدن به نفع مولوی و به نفع عرفان و خانقاه توضیح میداد. از مسئله یعنی درد ها اینجاست که ما ناگهان در آستانه ویرانی قرار گرفتیم و یک نفر دو نفر کسی مثل من یا یک کسی دیگری حالا بیاد یه گوشه هایی از این رو برای کسانی بخواد بگه که به نان شبشون محتاجن، یک نان رو به 20 برابر قیمت میخرن. این خوفناکه، من متوجه هستم. ولی نحوه دیگری برای بیدار کردن ذهنها، این که به اینجا برسونم، اگر من بدون ورود در این مسائل بیام موعظه کنم، آقا بله ما باید به مدرنیته برسیم، ما باید از این فرهنگ برسیم، خب همه شمشیر میکشن روی حرف من، یعنی چه آقا شما میگید از دین بگیر، هر کسی دین شما نمیخواد ازتون بگیره، بمانید در همون توهماتتون، ولی زندگی عمومی رو رها کنید. کسی نمیگه دینت رو رها کن، ولی امروز هستن کسانی، ده ها صد ها بلکه چند میلیون ایرانی در داخل کشور که همین یاوه ها رو ابزار قدرت کردند و منتظرن نه در این حکومت فعلی، رانده شده از این حکومت در داخل و خارج، در این لانه و آن لانه منتظرن که یورش ببرند به قدرت. با چی؟ با ابقاء این زنجیرها، با ابقاء این تحنیق ها، اینو باید ازش گذشت. از عرصه عمومی وقتی گفته میشه بگذریم، یعنی معنیش اینه. حالا بخش دیگر روشن فکران، من لایه به لایه میخوام در این صحبت ها خواستم، تا به حالم باز کردم، لایه به لایه باز کنم، بگم روشن فکران هیچ کار جدی در این صد سال انجام ندادن، جز البته شما رندک که بارها به شما گفتم و شما اینا رو میشناسید، باری پس تا امروز نخواستید از اعتبار معرفت شناسی با استفاده از معرفت شناسی یا شناخت شناسی اصول نظریه فرهنگی خودمون رو نقد کنیم، از بنیانهای اون بپرسید. همین پرسشی که امروز دارم به این نحو برای شما توضیح میدم و طرز سوال میکنم، کدام چهره نامدار فرهنگی ما پرسید که نمونهش رو گفتم در مورد جلال همایی، نمونهش در مورد فروزانفر و دیگران، مهدی محقق و دیگران، کدوم یکی از اینا پرسیدن که اصول ساختار دین اسلام که خمیرمایه
و بنیاد معرفت شناسی فرهنگی ماست کدام ها هستند؟ آیا اصلا بنیادهای فرهنگی ما، همین فرهنگ اسلامی ما که این همه به کاوش در پیرامونش تو این 100 سال و در گذشته پرداختیم، آیا اینا ایمان و باورند یا دانش و معرفتند؟ کسی نپرسید که آیا مسائل ایمان رو میتوان در مقوله شناخت قرار داد؟ بسیار خوب، ایمان سر جاش است. کسی انتقاد نمی کند جلال همایی که چرا در حیطه ایمان مثنوی رو توضیح میده، تفسیر میکنه، فقط میگه آقا این مربوط با عالم درونی انسان هاست، یعنی باورهای اون هاست. همون گونه که امروز در سر تا سر این کشورهای بزرگ دنیا اهل دیانت در حوزه کار خودشون حرفشون میزنن، ولی اهل دیانت فلان کشیش فلان کاردینال در کلیسای کاتولیک هرگز نمیاد قانونگذاری برای جامعه بکنه، به معلمان بگه که چی رو باید درس داد. گرچه اینا کوشیدن در گذشته، ولی شاخشون رو شکستن، باید این رو شکست، ولی اینا نگفتن این رو، هنوز هم نمیگن. هنوز میگن بله آقا ایمان باید بیاد به ما بگه که نان رو چجوری بخریم، کدوم غذا رو بخوریم، چی حلال چی حرام. اینه مسئله گذشتن به این معنیه. از کسی نپرسید که مسائل ایمان رو میتوان در مقوله شناخت قرار داد، که البته نمیشه قرار داد. البته که نپرسید. کدام چهره نامدار فرهنگ دینی ما پرسید که چگونه میتوان مبنای شناخت رو بر ادعای خیالی یا وهمی امری به نام وحی یا پیامبری نهاد؟ البته در تمام این تاریخ 1400 سالی یک نفر این کار کرد، اون زکریای رازی بود که میشناسید. بنابراین روشنفکران ایران و چهره های فکری اصلا در خیال چنین عرصه فکری و نقادی فرهنگی و ضرورت ها نبودند. چرا؟ زیرا دقیقا به شناخت، به مبانی شناخت، به چگونگی دسترسی به شناخت، به روند دستیابی اون اصلا نه پرداختند و نه بدانها فکر کردند و نه اونها رو دقیقا به مردمی که مشتاقانی که حتی در دانشگاه ها، در مدرسه ها که نه، حتی نه در دانشگاه ها، به مشتاقان معرفت گفتند، نگفتند این رو که آقا بین ایمان و شناخت ما باید تمایز برقرار کنیم. نه تنها این رو نگفتند، بلکه استاد فلسفه‌ای که تحصیل کرده فرانسه هم بوده به نام یحیای مهدوی در گروه فلسفه دانشگاه تهران در 30 سال قبل از انقلاب 57 که بر این گروه سیطره داشت و او بود که باید استادان رو تأیید یا رد می کرد، یک استاد فلسفه‌ای بود که در فوق لیسانس این درس می داد. این اصلا استاد رسمی اونجا نبود، به نام آقای بزرگمهر. این بزرگمهر معتقد بود در بینش فلسفیش به فلسفه انگلیسی، به ایشون چون مخالف به هر حال مذهب بود، بعضی وقتا طنز میکرد این رو. همین یحیای مهدوی به بزرگمهر میگو آقای بزرگمهر شما نباید از اسلام سخن بگید و طنز کنید اسلام. این فلاکت های ما. من در مورد این چهره ویرانگر در کتابم به قدر لازم نوشتم، باز هم اگر لازم شد در موردش
سخن میگم. اینا ریشه های بدبختی های ماست. امیدوارم شما ذهنتون بیشتر گشوده بشه و از این فلاکت های فرهنگی عبور کنید. فعلا همین و تا بعد و مرسی.